ها و آقایان سلام عرض میکنم، امیدوارم حالتون خوب باشه، انشالله که هم خوبید و هم خوشید و هم سلام. من ارادتاً شما اصلا ستار دلدار از شمال کالیفرنیا، از جنوب شهر سانفرانسیسکو، از بیریا سیلیکون ولی و در شبکه جاری تلویزیون ملی فارس در خدمت شما خانم ها و آقایان بسیار عزیز و نازنین و گرامی هستم. اول یه داستان خدمت رو عرض بکنم. من الان در خدمت شما هستم در حالی که در دنیای مجازی یه سوژه تازهی واقع شده. اول نگاه کردم یه چه در مورد مسئله صحبت، مسئله حجاب خانمی در یک درمانگاه. البته این خدمت رو عرض بکنم که من پیروز این شب در واقع روی همین دنیای مجازی با یک از دوستان مجازی در اصفهان صحبت می‌کردم. خیلی دلخور بود، پرسیدم چرا ناراحتی؟ گفتش که این بگیر و ببند حجاب در اصفهان دو مرحله شروع شده و دارم ما رو اذیت می‌کنم. خانم بودن، یکی از خانم‌های دنیای مجازی. و امروز به اصطلاح خیر منم گرفته بود، گفتم والا البته اصفهان فرق میکنه، از اولم در زمان رژیم گذاشتم یه شهر مذهبی بود و به هر حال آخونده از شاد از همینجا شروع کردن ببینن که چقدر زورش رو میرسه، ولی که قدر مسلم اینه که با تحمل بیارید و به هیچ وجه من در وجود آخونده نمیتونن به زمان قبل از مهسا برگردن. هر حرکتی بکنن آشوبه، هر حرکتی بکنن پشت سرش مکافات داره. این جریان، جریان اوائل انقلاب دیگه نیست چه اونجا میتونستن بزنن تو سر خانم ها یا روسری یا توسری. الان این توسری رو خود آخونده میخورن. باور بفرمایید، این مکالمه و نوشته بود که من برای اون دوست خانم در اصفهان خیلی ناراحت بود نوشتم. حالا میبینیم عملا همون بود که من برای اون خانم نوشتم. آخونده دیگه نمیتونن. در یک گفتم اول برنامه در همین شروع که یک جریان حجاب یک سوژه بزرگ شده برای وسائل ارتباط جمعی در دنیای مجازی و حتی دنیای واقعی. مثلا من نگاه کردم که واقعا EBC صدای آمریکا فلا در سایت های خودشون این مسئله فیلمبرداری یک آخوند از یک خانم رو در یک درمانگاه همه نوشتن. حالا دیگه دنیای مجازی کش تک برش باز کردن و جنجالی شده. حالا یه زمانی بود که راحت تو خیابون میگرفتند و میبردند و رو زمین میکشیدند و هیچ کسی هم نمیتونه جلوی اینا رو بگیره. ولی رفته 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 مردم جلوشون ایستادن. حالا کار به کجا کشید؟ کار به اینجا کشیده. یک خانم حجابش درست نبوده، یه ملا یا آخون از این فیلم میگیره و خانمه اعتراض میکنه، خانمه دیگه هم اونجا بوده اعتراض میکنه، کارکنان و فلان اینا میان و چند بار در این ویدیو شنیده میشه دیگه سلیته بزنه گفته خانمی که سرش نبوده درست نبوده حجابش، گفته سلیته. خب این سلیته من نگاه کردم در دنیای مجلسی خانوما میگه ما افتخار میکنیم به ما بگید سلیته. شما یه زمانی هر کاری دلتون خواست سر ما آوردید و ما از اون به بعد میخوایم سلیته باشیم، یعنی جلوتون بایستیم به آزادی هامون برسیم با هر بهایی. و این جالبه که از این داستان خیلی ها خانوما حمایت کردن که باید با بدون ترحم نمیدونم با تمام وجود حالا میگن سلیته هر چی میخوام بگم ما از اون میخوام دفاع. و این جالبه، این داستان این آخوند حتی به مجلس کشیده شده. یک از نماینده مجلس گفت آقا این بر اساس شورای نگهبان ما میتونست آخونده یا هر شهروند میتونه جلوی کسایی که خلاف عمل میکنن طبق قانون بگیره. بایرم کار قانونی در حتی چنین چیزی نیست. این لایحه شورای نگهبان نرفت، هنوز شورای نگهبان بهش نگاه نکرده. حالا ایران که حالا شورای نگهبان هم
مرجع قانونیه. اصلا آقای وکیل مجلس نمیتونه اصلا چنین چیزی در مجلس در مجلس تصدیق داده که برای شورای نگهبان. به هر حال مقاومت زنای ما چشم گیره، مقاومت زنای ما قهرمانان است، مقاومت زنای ما این زمانه نشون داده اینا گرد آفرینان واقعی هستی هستن شکست ناپذیره. اگر گرد آفرین در شاهنامه شکست خورده بود با تمام شهامتش در مقابل قهرمانان افسانه شاهنامه، شما زنام شکست، شما خانم ها راهی رفتید که برگشت نداره. هر شب نوشتم و امروز داری میبینید یک تخلف آخوند فقط یک تخلف. ببینید دنیا چه سر صدایی کرد، یه پررویی یک آخوند. ببینید که سر صدای راه انداخته در دنیای مجازی، دنیای واقعی. آقای ملا، آقای آخوند، زمان عوض شد. هر حرکت شما در این زمینه حاصلش مکافات، یک مکافات جهنمی که فقط خانم‌ها براتون داشتن. حالا خانم ها در سر تا سر دنیا خانم های ایرانی افتخار میکنن و میگن ببینید ما آخوندار به چه روزی انداخت. این مبارزه ادامه داره، این کشاکش بین آخوند ملا و خانم ها ادامه داره. و خوشبختانه تا همین ویدیو هم مشاهده کردیم آقایون هم میان کمک میکنن در این کارزار نابرابر و بسیار منصفانه. این خانمان نیستن که تنها باشن. حسن قضیه اینه که اگر مردها با این آخوند در میفتن احتمال برخورد فیزیکی هست، بزن و بزن و بشت و بشت درگرد و پلا رو طرف قلبی خانوم ها هستن. آخونده ها، بسیجی ها، عوامل حکومت، سرکوبگران میتونن اون خشونتی رو که در مقابل مردم میتونن انجام بدن در مقابل زرگاهی بشون، چون دوربین های دنیا توشون خوکش سرده. زمانه 1358-59 نیست. اون زمان مثلا گفتن اگر خبرنگار خارجی رو شاه از مملکت بیرون میکرد و بی بی سی رو نمایندش بیرون میکرد چه اتفاقی نمیافتاد. الان 90 میلیون جمعیت حداقل 30 میلیونش دوربین دارن و هر حرکتی رو ثبت میکنن و ضبط. همین در بونگاه این تصاویری که شما مشاهده کردید است در چشش کجا بود؟ دوربین های خود در مونگا ضبط کرده بودن و این تصاویر بیرون دادن و در نتیجه حالا حکومت سر تا پا نمیشناسه هیچیه، نمیدونم مثل مگس های پاییزی و زمستونی خودش به شیشه میزنه که بتونه عوامل این رو تصاویر رو دادن بیرون دستگیر کنه مجازات و به خیالش که همه چیز خاموش میشه. نه برادر، نه خواهر من، نمیدونم بس چنین چیزی نیست. یک آتش مثل همین شعله این فایر پلیس که جلوی منه چی داره در واقع تمام دوروبر خودش رو مواظبه و سرتا سر ایران رو این فریاد آزادی خواهی با آتش خشم زنها فراخرده کما که گرفته این دنبالش. نه کار دیگه نمیکنه، کار از کار گذشته، باید رفته رفته نشون بدید چاری هم ندارید، مجبورید که از همینجا شروع کنید که انسان اجازه داره هر چی دلش خواست لباس بپوشه. شما نمیتونید جلوی آزادی ابتدایی مردم رو که مثلا بنده دوست دارم امروز این کت و این کروات بزنم، شما بگید نمیتونی بزنی. باز مثلا این کروات در نزنم، یه زمانی هم اینجوری بود، این کروات هم بگم من روزم هستی ها نه، ولی به هر حال میبینم بعضی اوقات کروات هم میزنم، میگه آقا کروات، آقا من میخوام بزنم به تو چه مربوطه؟
به کجای این جامعه لطمه میزنه. واقعا که باز آدم تعجب میکنه، خیلی تعجب میکنه. یک خانم تحصیل کرده صحبت میکرد با من از ایران روی همین باتونه مجلسی، صحبت از میگم اشعه مو و تحصیل اون تو مردها بود. من توضیح دادم که بهش گفتم آقا من یه روز تصمیم گرفتم آقا من فقط برم تو خیابون اینجا فهمه بود چادر هم دیگه بیروسری هست، فقط به موی نگاه خانمو نگاه کنم، فقط ببینم آخه همی داره رو من آقا تحصیلی میذاره. حالا من نگاه کردم که خب گفتم یه دفعه هم گفتم مثلا بعد بود چه بود بعد روغنی بود حالا هم بود. اون خانم رو آره دایی منم گفتش که اثری نداره تو مرده، گفت یعنی شما خانم باور کرده بودید اثر داره؟ تطبیقات ببینید انقدر تطبیق کرده تو خانم تحصیل کرده، گفت آره دایی منم گفت اثر نداره. خندید و گفتم خلاص من تجربه شما خانم تحصیل کرده با هر کی اخوندا هنوز اعتقاد داری که بوی شما رو مرده اثر میذاره. راییست که رفته شده و آبیست که ریخته شده. آقای آبیست برگشتنی نیست، برمیگردیم خیلی چیزا برگشتنی نیست. از جمله مثلا این هوش مصنوعی تکنولوژی نمیشه که به عقب برگرده شده. یه جایی رفته که عقبگرد نداره. دنیا اینه، شما نمیتونید آقای آخوند قوانین 1400 سال پیش رو یه قاطی جامعه امروزی پیاده کنید در حالی که تکنولوژی اصلا این اجازه رو به شما نمیده. بیاد میخواد جلویش رو بگیرید. در زمان 1400 سال پیش مردم تلفن داشتن، فیلم بگیرن تو برخواد ارتباط جمعی و زهر حیثیت شما رو ببرن، هر چی میزدن تو سرشون مجبور رو قبول کنن، هر چی میگفتن زورگوها میگفتن باز قبول میکنن. الان زمان عوض شده، نمیتونید به 1400 سال پیش برگردید. آقای فرزان دلیشون رو رو آقای دکتر مهندس فرزان رو پرور هستم و میخوام ببینیم که چاره چیه. شاید این دست برای خدا آخونده هم باشه. آقای چجوری میشه با تکنولوژی امروز انسان مخلوب نشه، کما اینکه آخونده در این روز به روز مخلوب میشن و میشه که عقب مونده تره بیشتر مخلوب میشه. کما اینکه میبینیم آخونده نمیتونن در مقابل تکنولوژی بایستن و یک حرکت کثیف و ناجور یک آخوند چجوری تکنولوژی رو به تمام دنیا رسونده. با توی درمونگاه توی درمون تو ایران یه اتفاقی افتاده، الان من کالیفرنیا توی آمریکا تمام دنیا دارن در مورد این حرکت آخوند صحبت کنن و میخندن. ببینید چیکار میشه کرد که فردا بچه های ما با ما نخندن. ببینیم واقعا میشه بودی تکنولوژی رقابت کرد. فرزان روپره تو مهنده فرزان روپره با ما هست. Prestige, honor, excellence. These are the attributes of the ideal attorney who is sought out by their peers and clients alike. The National Association of Distinguished Counsel has selected the top 1% of practicing professionals in the legal industry. Through the most extensive and rigorous research process available, candidates are nominated by their peers and identified by a team of trained researchers. Nominees' qualifications are scrutinized by a thorough review process. They are vetted by a panel of attorneys with podium status from independently neutral organizations. Finalists are selected by a judicial review board as exhibiting virtue in the practice of law. The result is an elite class of advocates. This attorney has earned designation as the top 1%. رستوران و سوپر یگانه. یگانه، یگانه محلی در سن حوزه که صبحانه، املت و هر روز حلیم و کله پاچه با نان سنگک داغ سرو می کند و هم ساندویچ های سرد و گرم در کنار شیرینی های ایرانی با قهوه و کاپچینو. ضمناً کلیه مواد غذایی آشپزخانه کدبانوی ایرانی فراهم شده است. نشانی 3275 استیونز کریک بولوار. تلفن 408-666-1229. Thank you.
طعم زیبای نوروزی به همراه شما، رقص و موسیقی و غذاهای ایرانی. یک بار دیگر سازمان غیرانتفاعی رویا فاندیشن برنامه بازار نوروز را تقدیم می کند. این برنامه شامل شرکت تعداد زیادی از بیزنس‌های ایرانی و ارائه کالاها و سرویس‌هایی هستند که اکثر شما به آنها احتیاج دارید. پس چه بهتر که در این برنامه جالب شرکت کنید و نه تنها برای نوروزتان تهیه کنید، بلکه از برنامه‌های فرهنگی و هنری در کنار دوستانتان لذت ببرید. با ورودیه و پارکینگ رایگان، این برنامه شنبه 16 مارچ از 12 ظهر تا 8 شب و یک شنبه 17 مارچ از 11 صبح تا 6 بعد از ظهر مهماندار شما خواهد بود. وعده دیدار ما در سان رومون کمیونیتی سنتر در بلوار الکاستا در شهر سان رومون. نشانه موفقیت پایداری است و نگین با نیم قرن سابقه قدیمی ترین رستوران ایرانی سن‌حوزه منتخب شما به عنوان ارائه کننده خوشمزه ترین کباب ها و خورشت ها با گوشت زپ حلال و شنبه شب ها به همراه موزیک زنده و دیجی. تلفن 408-866-6400. نوروز امسال هم صدف شریک شادی های شماست. از سنجد و سکه و سرکه و سماق و سمنو تا سبزی پلو و کوکو سبزی و باقلا پلوی نوروزی شما و انواع آش های صدف، کشک صدف و پیازداغ صدف مکمل سفره رنگین 13 به در شما. صدف سال نو را تبریک می گوید و تندرستی و شادمانی برایتان آرزو می کند. انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. دایموند، پرستیج و زیبایی، همه در مجموعه جواهرات دیوا آف لاهایا، کلکسیون استثنایی برای عروس خانوم‌ها و شاهدامادها، خرید طلا، تعمیر جواهرات، قیمت‌گذاری، نمایشی از بهترین ساعت‌های مشهور جهان. آدرس 3911 استیونز کریت بولوارد، سانتا کلارا. تلفن تماس 408-241-3755. گل فروشی و هدیه سرای هارمونی. گل‌های زیبا با چیدمان حرفه‌ای ویژه مناسبت‌های گوناگون. تلفن 408-229-3113. آدرس ساراتوگا روبروی قنادی بی بی جنب استارباکس در شهر سن‌حوزه. هارمونی. سوپرمارکت کوپرتینو و رستوران پرژن کباب در خدمت هموطنان عزیز، ارائه انواع مواد غذایی، میوه و سبزیجات تازه، کباب داغ و انواع غذاهای خوشمزه اصیل ایرانی. بهترین کباب از ما، امتحان از شما. کیترینگ مهمانی ها و مجالس شما پذیرفته می شود. تلفن 408-257-1900. آدرس 7335 بالینجر رود در شهر کوپرتینو، شمال کالیفرنیا. انور بازار اینک با مدیریت جدید ایرانی در خدمت شماست. انواع گوشت و مرغ حلال، میوه و سبزیجات تازه، لبنیات و انواع سوسیس و کالباس، خشکبار و تنقلات ایرانی و افغانی، برنج و چای در برندهای متنوع، نان بربری تازه 7 روز هفته، کباب داغ جمعه، شنبه و یک شنبه ها از ساعت 11 صبح. آدرس 2626 یونیون اونیو در شهر سن‌حوزه. تلفن 408-559-6175. خب با سلام مجدد برمیگردم به خانوهای پر از عشق و محبت و صفا و پاکی و یکتایی شما خانوم واقعا ایرانی هم وطن بسیار بسیار از اون گرد. در کنار بنده و من در کنار ایشون آقای دکتر مهندس فرزان روح پرور هست، خدای کامپیوتر و رفت و نوع پوش مصنوعی. دیگه چه صفتی میتونم بدم به رفیق خودم؟
آقا بچه ورزشکار، آقای ورزشکار، هنرمند کار خوب میزنه، مدیر فوق‌العاده. بعد افتید رو خود جناب آقای فرزاخان روپرون، سلام خدمت شما دارم. سلام از من خدمت شما و همکاران عزیزتون و ملت عزیز ایرانمون. خیلی خوشحالم که باز بتونم در این برنامه در خدمتتون باشم. اتفاقا سوالی که صحبتی که داشتن میکردین راجع به اون اشعه که از آه آه خب آه جان من این سابجکت خوبیه، فردا چون اینه بگو. واقعا من دلم بخواد علاده علمی به من بگید این اشعه چجوره به بعضی مردا اثر داره به بعضی مردا. البته ببینید نگید که بعضی آقا، بعضی ما آخونده میگن آقا این فتحای داره اصلا مرد نیست، در جوری شما مردم خیلی هم مردم یعنی چی تو بعضی مرده اثر نداره. اتفاقا من داشتم یه مقاله داشتم میخوندم که درباره ضریب هوش انسانها تحقیقات بسیار گسترده ای انجام داده بودن و دادن، در حال انجام دادن اصلا، و میگفت که کسایی که در شرق آسیا زندگی میکنن مثلا ژاپنی ها، تایلندی ها و کشورهایی هستن که سطح آیکیوشون، آیکیو همون که ضریب هوششون میشه، اینا در دنیا از اگر مثلا میانگین 100 باشه، اینا مثلا حدود 130 هستن و خیلی هم بالا هستش. مثلا زمانی بودش که آمریکا 100 سال پیش آیکیوشون حدود 70 بود، اوریج و میانگین آیکیوشون 70 بود و بعد از 100 سال رفته رفته زیاد شد، تقریبا شده به 102 رسیده. دوش توضیح میداد که آیکیو ایرانیا فعلا الان حدود 82 هستش و در حال پایین آمدن هست. و وقتی که شما این صحبت رو کردین من داشتم فکر میکردم خب چرا آیکیو ماها باید یک کشوری که واقعا اینقدر آدمهای بسیار بسیار دانشمند درشون زیاد هست بعد آیکیوش در حال تنزل باشه. و این جالب هستش که این موضوعی که شما صحبت کردین میبینین که دو تا هستش. اول اینکه دانش و دانشمندی یعنی ایژوکیشن و درس و تعلیم و اینا خب خیلی خیلی مهم هستش، نمبر وان. و دومی که وقتی که یه حکومتی داره بر شما چیز میکنه، داره بر شما داره حکومت میکنه، دولتی که بر شما داره حکومت میکنه و مغز انسان‌ها رو داره پر از خرافات میکنه، خب این یه مسئله واقعا بزرگ ایجاد میکنه، یکی ازش. و دومی که فرار مغزها هستش. خب الان نگاه میکنیم این تمام کارکشتگان و خبرگان از ایران دارن هی میان بیرون و در کشورهای مختلف دارن خودشون جا میدازن و خیلی هم بسیار موفق هستن الحمدلله. و خب آدم واقعا رنج میبره که میبینه تمام کسایی که نخبه‌هایی که اومدن در کشورهای مختلف باعث پیشرفت این کشورها و ملل مختلف شدن، ما ها نمیتونستیم در ایران باشیم و به ایران و ایرانی ها خدمت کنیم. متاسفم آقای روپرور، اینه دارم میشتم واقعا بیشتر متاسف شدم، باور بکنم درست میکنم. انتظار اینه نداشتم که ما از همه چیز عقب افتادیم، از نظر گوشی هم عقب بیفتیم. این دیگه فاجعه است به نظرم، فاجعه طبیعی در نمیدونم استراکچر از نظر بیولوژی انسان ایرانی واقعا با دین دیگه درست کردنش خیلی زمان با طبیعی اطلاعات بهشون میدن افتضاحه، نوع تقلیه مردم ایران اومده پایین، بالاخره همه اینو با همدیگه ضبط داره، غذای بد بخوری غذا گیرت نیاد اثر میداره اون مردم، اصلا فیزیولوژی بدن اثر میداره. حالا آقای رو فربست ببینید، پس بنابراین نگاه میکنم همه چیز ما باعث تأثیر یه روز درست این واقعا اون ساله اولیش ما اومده بید امریکا، این استادای ما مردم سن جوزه استیت یونیورسیتی فوق لیسانس بگیرم اینداستریال تکنولوژی، اونجا معلمه با ما میگه، استاده میگفتش که ایرانی ها از همه کشورهای خارجی که میان اینجا بیشتره، باور کنید چلاس. و الان این چیزی که شما دارید میگید که اون امتیاز رو به طرف نبید ما داشته باشید، خیلی بده. حالا انسان شما دارید تعریف میکردید در برنامه مختلف تکنولوژی داره غلبه میکنه بر انسان و در واقع ما آسیر خودمون داریم مار پرورش میکنیم.
فاصله و به زودی ماره از آستین در میره و خودمون نمیزنه. این تحقیق شما چجوری میشه انسان بتونه رقابت رو کامپیت کنه با هوش مصنوعی؟ اگر این مثلا پیشرفت فوق‌العاده هوش مصنوعی به این سرعت بره بالا، از دست انسان خارج میشه، این مغز انسان نمیتونه با هوش مصنوعی رقابت کنه و اون هوش رو هر کاری داشت باید میکنه. ما چطور میتونیم از حالا بکنم چیزی میشه همپای هوش مصنوعی رو بالا؟ خب اتفاقا این بحث بسیار جالبی هستش که میتونیم دربارش صحبت کنیم. ببینیم تأثیر ربات ها بر زندگی مردم احتمالاً با افزایش هوش این ربات ها این تأثیرات عمیق‌تر خواهد شد و ما میتونیم تجزیه و تحلیل بکنیم و نگاه تأثیرات مثبت و منفی اینها بکنیم که ببینیم چه تأثیرات مثبتی میتونن در زندگی ماها بذارن و چه تأثیرات منفی و شاید در آینده بتونن به انهدام بشریت اصلا کمک کنن. و وقتی که یک ماشین میلیون ها برابر ماها شعور و عقلش داره کار میکنه، خب مسلما به حرف من شما گوش نمیخواد بکنه. حسابش کردن مثل یکی از اساتید بزرگ داشت درباره موضوع صحبت میکنه که میگه مثلا یه پشه بخواد به انسان بگه ماها چی کار کنیم، یک انسان معمولی بخواد به ربات ها بگه که خیلی پیشرفته شده باشن بگن بخوایم چی کار کنین و به اونا دستور بدیم، خب مسلما قبول نمی کنن. الان دو گونه ربات هستن. یک گونه ربات های نرم افزا هستن که حالت فیزیکی ندارن، بدنی ندارن، ولی خب در کامپیوتر ها سر خودشون نشستن، برنامه میریزن، باهاتون صحبت میکنن، باهاتون چت میکنن، خودشون برنامه های خودشون رو دارن عوض میکنن و بهتر و بهتر میکنن، در هوش مصنوعی جدیدتر و بهتر دارن تلاش میکنن. رو همی از این میدان به صورت تصاعدی داره این پیشرفت ها داره روز به روز با حالت چشمگیری داره افزایش پیدا میکنه. البته نگاه میکنیم به چیزهای مثبتی که این فرآیند واسه ما میاره، افزایش بهره‌وری و افیشنسی و کارایی هستش. ربات ها میتونن وظایف تکراری رو، کارهای خطرناک و فیزیکی رو به طور مؤثرتر و پیوسته تر انجام بدن. یعنی که برای که مثلا ما تو چین خیلی از اکثر اگه شما مثلا چین رفته باشین تو کارخونه ها نگاه میکنین، هزاران هزار کارگر ایستادن اونجا، مثلا دارن کارهای مرتب تکراری رو دارن هی انجام میدن و واقعا 8 ساعت 10 ساعت یه نفر این کارا رو میکنه، آدم وقتی که نگاه میکنه احساس گناه میکنه که این بیچاره ها چرا باید اینطوری کار کنن. و خب میتونه این ربات ها میتونن اینا رو ریپلیسشون کنن، جایگزین بشن و این میتونه زمان بیشتری بده، مردم بیشتر تمرکز کنن، کارهای خلاقانه تر انجام بدن، کارهایی که استراتژیکی تر باشه انجام بدن. و دومین چیزی که خیلی مهم هستش بهبودی ایمنی هستش. میتونه ربات ها وظایف خطرناک انجام بده. اگه مثلا یه جای بمبی گذاشته باشن، به جای که انسان بخواد بره این بمب رو دیسمنتلش بکنه و از هم دیگه جداشون بکنه، خب ربات ها میتونن این کار رو انجام بدن. اگه خدای نکردن منفجر شد، خب یه ربات از دست میره و خب مسئله پیچیده نیستش. در معادن مثلا اگه نگاه کنین، کارهای ساختمانی اگه نگاه کنین، انسان ها خب این کارگر ها خب چیز تصادفات زیاد هستش، محیط کار آسیب های زیادی به این هم میده که خب اینا از این میشه کمترش کرد. میتونیم درباره بهبود کیفیت زندگی نگاه کنیم. ربات ها میتونن واقعا در کارهای خونه به آدم کمک کنن، مثل یک نفر مستخدم واسه شما کار کنن. من میدونم در ژاپن الان خیلی از انسان ها هستن که پیر شدن، فرتوت شدن و کسی باهاشون نیست صحبت کنه و اینا روز به روز دارن افسرده تر میشن و این ربات ها پیدا شده، درست شده که میرن میشینن با اینها صحبت میکنن و در هوای تمام مسائل میتونن قشنگ صحبت کنن و اینها اصلا موقع بخورن تو رخت خواب موقع برن بیان بیرون، مسائل پزشکی کمک های اینگانه لازم دارن، میتونه کیفیت زندگی این افراد واقعا خیلی بود بده. من فکر میکنم ربات ها
هر روز دارن هوشمندتر میشن و یه نقش کلیدی در تحقیقات علمی خواهند داشت. اکتشافات فضایی، نوآوری های فراوانی در پیش خواهد بود که من فکر میکنم در هر زمینه علمی این پیشرفت ها چشمگیر خواهد بود. ولی خب مهمتر از همش همونه که ربات ها میتونن همدمی باشن واسه که انسان هایی که تنها هستن، همونطور که گفتم، و از سالمندان بتونن بهتر مراقبت کنن و همدم خوبی باشن واسه اونا. ولی به قول معروف همزمان با اون تأثیرات منفی هم هستش که بعد نگاه کنیم. خب یکی از اونها میدونیم که جایگزینی شغلی هستش، ریس میکنه. این همیشه من با خیلی صحبت میکنم، همه میگن که هر تکنولوژی جدیدی که میاد خب به کارها و شغل فراهم کردن بیشتر میشه، و من میگم بابا این جایگزین میکنه شغلها رو، این عد نمیکنه، اضاف نمیکنه، بلکه کم میکنه، منها میکنه. یعنی کارهایی که مردم میکنن، خب این جایگزین شغلی یه چیزی هست که ربات ها قابلیت بهتری دارن که انجام بدن. یه کاری که میکنن مرتب کانسیستنت هستن، یعنی تغییر چیز نمیکنه. مثلا شما بعض وقتا میرید تو یه مغازه چلو کبابی، یه روز بهتون کباب خوب بده، یه روز ببینید کبابش خوب نیست، کانسیستنت نیستن هر روز. ولی خب ربات ها چون که دقیقاً همه کارا همیشه یک جور انجام میدن، اون کانسیستنتی وجود داره که یعنی همیشه مثل همدیگه هستش. و واقعا من فکر میکنم در آینده این یک مقدار عدم تساوی به خاطر این اتوماسیون و اتوماسیون ممکنه به طور یک نواخت توضیح نشه، و احتمالا شکاف بین اون کسی که دارن و ندارن، اونی که ثروتمند هستن یا فقیر هستن، این یه مقدار این فاصله رو بیشتر و بیشتر میکنه. و من فکر میکنم در آینده این ربات ها در یه حدی برسن که این الان خودمختار هستن، و این خودمختاری هر چقدر که ما داریم پروگرام بنویسیم، اینا رو برنامه ریزی میکنیم که به یک مقدار اصول اخلاقی و با ما هم نگر باشد، یعنی ما هدفمون یکی باشه، در آینده خب اینا خودشون نشستن خودمختارن، میتونن برنامه‌شون رو عوض کنن و کارهایی میتونن بکنن که خودشون دوست داشته باشن. به خاطر همین من فکر میکنم یه مقدار ملاحظات اخلاقی به وجود میاد، مسائلی مانند حقوق ربات‌ها، فردا پس فردا یه مقدار انسان ها بلند میشن و یکی مسئله به وجود میارن، و من فکر میکنم سوء استفاده از این ربات‌ها. شما مثلا و رباتی در خونه شما هستش، تمام زندگی خصوصی شما رو میدونه، تمام رمز و اصول زندگی شما رو خبر داره. اگه یه نفر اینو هک بکنه و بتونه وارد جزئیات بشه، خب اینها یک مسئله هستش که نگرانی واسه حریم خصوصی 100% وجود خواهد داشت. به خاطر همین من فکر میکنم این ربات ها با این که میتونن تأثیرات مثبتی در زندگی انسان ها بذارن، ولی عواملی هم هستش که میتونه نابودی انسان ها و بشریت رو واقعا تهدید بکنه. و حالا میدونیم درباره سیاست های دولت ها راجع به اتوماسیون کردن و تدریب مجدد شغلی و غیره و غیره میشه خیلی صحبت ها کرد که قبلا هم صحبت کردیم، ولی خب چطوری ما میتونیم با اینها درگیر بشیم و بتونیم با اینا رقابت کنیم؟ اونم یه مسئله هستش که میتونیم بیشتر در موردش صحبت کنیم. بله، ببینید که آقای دکتر، ما چند تا پیام بازرگانی بیریم، من یه سوال از شما دارم. یه سوالی که الان من جوابشو دارم میبینم، یعنی یه عقب‌موندگی وحشتناکی رو دارم احساس میکنم، یه تکنولوژی داره میره پیش، عقب‌موندگی انسان من واقعا دارم احساس میکنم. و براتون چند تا مثال میارم ببینید که ما در آینده، همین الان ما عقب‌مونده هستیم، در آینده انسان‌های دیگه برخلاف اون چیزی که داریم فکر می‌کنیم که تکنولوژی می‌برتشون جلو، عقب نگرشون می‌داره. این سوالیه که من ریورسه، یعنی در واقع من از آخ منفی دارم می‌کنم در زمینه پیشرفت تکنولوژی. یه سوال منفیه. از این که پیام رو ببینیم برگردیم، من این سوال منفی رو خیلی واضح و روشن
با تو مردم. در خدمت. Insurance companies and big business have attorneys working on their side. You should have an attorney on your side too. We have successfully prevailed against big business and every major insurance carrier. We know what it takes to win. We have cutting-edge legal research software providing us with immediate access to the most recent changes in the law which could affect your case. We're a modern paperless law firm. Our top-of-the-line case management system allows us to flawlessly manage your case from inception to conclusion. Our phone lines are available 24/7. All emergency inquiries are handled right away. Our clients have access to texting, email, and phone call to our entire staff. We believe in justice. We believe in advocacy. We believe in competent attorney representation at no cost to you. Whether your injuries are minor or catastrophic, or you've suffered the loss of a loved one, we're here for you because your injury is our fight. بازار مدیترانه از کایلی بولوارد روبروی قنادی بیژن به شماره 4360 استونز کریک بولوارد روبروی هاندای استونز کریک جنب ران تیبل پیزا نقل مکان کرد. بازار مدیترانه مثل همیشه با بهترین مواد غذایی و تازه ترین میوه‌جات و سبزیجات در خدمت شماست. در بازار مدیترانه نداریم نداریم. رسیدی رستوران ما در کنار سوپرمارکت با بهترین غذا و آماده پذیرایی از شما خواهد شد. رستوران و سوپر یگانه، یگانه یگانه محلی در سن حوزه که صبحانه، املت و هر روز حلیم و کله پاچه با نان سنگک داغ سرو می کند و هم ساندویچ های سرد و گرم در کنار شیرینی های ایرانی با قهوه و کاپوچینو. ضمناً کلیه مواد غذایی آشپزخانه کدبانوی ایرانی فراهم شده است. نشانی 3275 استونز کریک بولوار، تلفن 408 666 1229. دکتر جمشید ایرانی، وکیل رسمی دادگاه‌های فدرال و ایالت نیویورک، انجام کلیه امور مهاجرت از جمله گرفتن گرین کارت از طریق ازدواج، فامیلی، پناهندگی و جلوگیری از اخراج، اخذ ویزا از طریق کارت و سرمایه گذاری، انتقال قانونی پول بر اساس قوانین اوپک، تنظیم قراردادها و ثبت شرکت‌های تجاری و بازرگانی. با دفتر دکتر جمشید ایرانی با تلفن 212-683-7700 تماس بگیرید. نوروز امسال هم صدف شریک شادی های شماست. از سنجد و سکه و سرکه و سماق و سمنو تا سبزی پلو و کوکو سبزی و باقلا پلوی نوروزی شما و انواع آش‌های صدف، کشک صدف و پیازداغ صدف مکمل سفره رنگین 13 به در شما. صدف سال نو را تبریک می‌گوید و تندرستی و شادمانی برایتان آرزو می‌کند. انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. شهرت و موفقیت بختیاری آتو گروپ نتیجه عرضه بهترین اتومبیل‌ها و قیمت‌های استثنایی و سرویس کم نظیر مدیران و چند صد کارمند و فروشندگان ایرانی. بختیاری آتو گروپ در شمال و جنوب کالیفرنیا. سوبارو آتبک در استیونز کریک سوبارو، سن هوزه و پوینتل هیل. اتومبیل نیسان آلتیما در استیونز کریک نیسان، سن هوزه. اتومبیل اینفینیتی در استیونز کریک اینفینیتی سن هوزه. هاندا آکورد در هاندا آف هالیوود. اتومبیل فورد فور ویل درایو در هانتینگتون بیچ فورد. برای تهیه بهترین اتومبیل ها هاندا، نیسان، فورد، اینفینیتی و سوبارو از شعبه ها و نمایندگی های ما دیدن فرمایید. نشانه موفقیت پایداری است و نگین با نیم قرن سابقه قدیمی ترین رستوران ایرانی سن حوزه منتخب شما به عنوان ارائه کننده خوشمزه ترین کباب ها و خورشت ها با گوشت ذبح حلال و شنبه شب ها به همراه موزیک زنده و دی جی. تلفن 408 866 6400.
اصلا من یه واقعیت، یعنی یه تجربه که خودم تو زندگی کردم خدمتتون بگم آقای دکتر روپرمند. من اولین تلویزیون ایرانی رو در آمریکا تأسیس کردم در شمال کالیفرنیا. دو تا دستگاه بود که یکیش پلیر بود یکیش ریکوردر بود، یکی ضبط میکرد پخش میکرد یکی ضبط میکرد، یه بردی هم داشتون وسط، یه صفحه بود یه چیزی همون وسط بود که چند تا دکمه داشت، من میزدم این حرکت میکرد پلیره میرفت اون ور تو ماشین ضبط میشد، برنامه رو اینجوری ما درست میکردیم. یه دوربین هم بود وصلش میکردیم به این ریکوردره، هرچی بخواستیم تو ریکوردره ضبط میشد. خیلی ساده بود، ولی یعنی خیلی هم نه، ولی که بالاخره تو 3-4 جلسه من یاد گرفتم. ماشینا رو که خریدم خودم یاد گرفتم، بنابراین به بقیه هم خودم یاد دادم کار پنیری چیکار کنن. گفتم که بعدش کامپیوتر اومد که در واقع اسپشال افکتش کار افکت میذاش، انیمیشن باش میشد گذاشت رو برنامه. کار سختی با اون صورت نمون، بقیه هم همونتون که عرض کردم به کارمندا من یاد میدادم و خودم شدم استاد کار. میگفتن آقا این دلدار خیلی باهوشه، همه کارا رو بلد. بعد کامپیوترها اومدن، بالاخره پیچیده شد، خلاصه راحتتون کنم دیگه از دست من در رفت. من دیدم که یاد گرفتن اینا اولا خیلی سخته، بعد اگه من بخوام این کارو یاد بگیرم از کارهای دیگه عقب میمونم. بنابراین چیکار کردم؟ اومدم یه سری جوانی که میتونستن با کامپیوتر کار کنن برای تلویزیون 24 ساعته استخدام کردم. منی که در واقع به نظر کارمندا قبلی خیلی باهوش بودم، الان دیگه من باهوش نبودم. اون امتیاز از من گرفتن، چون اون کارآمدی روی جزئیات کامپیوترها رو من بلد دیگه نبودم، نمیخواستم هم یاد بگیرم، اون سالش هم دیگه نبودم، عقب میدم. الان این وحشت هست، الان مثلا فکر کنید که خیلی خیلی جاها من میرم مردای موفقی هستن که نمیتونن تلویزیون رو روشن کنن، نگه روشن کنن، مثلا کانال های مختلف که میخوام برن چجوری برن، چجوری سیوش کنن، چجوری کانال های فیوریتیشون چجوری، نمیدونن. در تو زندگیشون خیلی موفقن، از نظر تکنولوژی و کامپیوتر عقب افتادن. من از این دین دارم که حالا یه این مثال زدم بازم میزنم، من 6 تا نوه دارم، 2 تا نوه ها 5-6 سالشونه، در کامپیوتر با هم یه اشکال داشتن. یکی از نوه ها، دو تا پسرن دو قلو هن، یکی از نوه ها برای اون نوه گفتش که این که چیزی نیستش که پدر بزرگم بلد، یعنی من این که چیزی پدر بزرگم تو بلد نیستی. گفتم واو ببین چی شده که اینا میخوام بگم مثالی که ما عقب مونده میگه منو میگه پدر بزرگم بلده. این چی میشه آقای روپرور؟ انسان عقب میمونه از تکنولوژی و اونایی که از نظر پوشی بالا هستن میتونن رقابت کنن با کامپیوتر. مثلا الان در دنیای رهبرای دنیا، مثلا آقای بایدن که باهوش نیستش که، یا آدمی به هر جریانات مثلا سیاسی و فلان به اون برده، یا آقای خامنه ای هزاران میلیون ها نفر باهوشتر از آقای خامنه ای هست. من فکر میکنم که در آینده فقط باهوش ها که مسلط به تکنولوژی هستن رهبریت جهان رو به دست میگن. درسته؟ درست بفرمایید. نگاه کنین وقتی که کلکولیتر اون ماشین حساب درست کردن، دیگه از یه نفر بگین دو تا عدد ضرب و تقسیم کنه یا جذر یه چیزی بگیره، دیگه واقعا نمیتونن این کار انجام بدن. و خب این یواش یواش انسان ها همبلتر میشیم و احتیاج هستش که یه جوری خودمون رو تقویت کنیم. و متاسفانه هر چیز تکنولوژی داره بهتر و بهتر میشه، ماها داریم یواشتر خودمون کودنتر خواهیم شد. این 100% حقیقت هستش، و مخصوصا اگر ربات‌ها اومدن شروع کردن و کارهای تکنولوژی رو و
بخوان خودشون پیش ببرن و خواهند برد. اینو من بهتون قول میدم که در آینده تمام مهندسینی که نشستن چیزای مختلف رو دیزاین میکنن، طراحی میکنن، مثل که مهندس راه ساختمون هستن، دیگه احتیاج نیست بشینی مثلا چرکولیت بکنی و استرس رو مثلا دیوارها و مثلا رو سقف و بیلدینگ و ساختمون بخواین حساب کنی. یه کسی که مثلا داره ماشین دیزاین میکنه، خب بهترین ماشین ها رو میتونه ربات ها دیزاین کنه، هوش مصنوعی میتونه دیزاین بکنه. الان ما یک برنامه داشتیم در خود دانشگاه، تا همون دپارتمان کامپیوتر ساینس و کامپیوتر انجینیر نشستیم با بقیه پروفسورا. من بهشون گفتم بعد بشینیم یه صحبتی بکنیم که آینده این دپارتمان ما و بقیه دانشگاه ها که چیز هستش با اومدن هوش مصنوعی به کجا خواهد رسید، چون که ماها به دانشجوامون داریم درس میدیم که چطوری میتونن پروگرام بنویسن. خب الان ربات ها خیلی پروگرام ها رو بسیار بسیار زیباتر و افیشنت تر از ماها دارن مینویسن. به خاطر همین دیگه وقتی شما به زبان معمولی میتونین با کامپیوتر صحبت کنین و کامپیوتر خودش اعمال انجام بده، دیگه زبان نمیدونم سی پلاس پلاس یا جاوا یا پایتون یا غیره و غیره احتیاج ندارین اینا را یاد بگیرین. الان نمیدونم آخرین چیزی که خبردار شدیم که شما میتونین یه چیزی رو تایپ بکنین، مثلا بگین من فلان داستان میخوام واسم بنویسی و فیلم برداری کنین. و خود یک چت جی پی تی همون اوپن ای آی اومده یک برنامه نوشته به اسم سورا، و این سورا واسه شما می‌نویسین، تایپ می‌کنی که من فلان چیز رو می‌خوام، خودتم قصه رو مثلا کامل کن به هوش مصنوعی میگی، و بعد شروع می‌کنه واسه تون یک فیلم برداری بسیار زیبایی هم از این برنامه که خودش اون داستانی که خودش گفته چیز می‌کنه که خیلی هم ریالیستیک هست، خیلی واقعی هست. و جالب اینه که 800 میلیون دلار در هالیوود بنا بود، تقریبا 10 روز پیش بنا بود 800 میلیون دلار گذاشته بودن کنار، بودجه گذاشته بودن کنار که اینها یک استودیوی صدا و فیلم برداری درست کنن. بعد از اینکه اوپن ای آی اومد اناونس کرد که خبر داد که ما این پروگرام سورا رو ریلیز کردن و نشون دادن که این چطوری کار میکنه، اینا برنامه 800 میلیون دلاریشون رو کنسل کردن. گفتن این کاری که این داره میکنه خب خیلی کامپلیکیتر و خیلی هم جالبتر از کاری هست که ما میتونیم انجام بدیم. چرا بی خود 800 میلیون دلار بخوایم بریزیم دور که فردا این داره هوش مصنوعی داره جایگزین میکنه. به خاطر همین من فکر کنم هوش مصنوعی اینجا هستش و میمونه و روز به روزم پیشرفته تر خواهد بود. ولی خب چطوری ما میتونیم با اینها رقابت کنیم؟ صحبتی که حسین اتفاقا خیلی هم جالب و هم پیچیده هست این چیزی که مطرح کردید. من فکر کنم در نهایت انسان ها باید دارن صحبتش هم هستش که یک پراشه ها، یک چیپ ها، چیپ از این چیزای الکترونیک که درست میکنن درست بشه که اینا رو مثلا حالا زیر پوست بدن بزنن، نزدیک مغزتون بزنن که به یه وسیله با نورال نتورک مغز شما بتونه کامیونیکیت بکنه، بتونه تماس برقرار کنه. و اون وقت هستش در اون نهایت انسان ها میتونن با این چیپ های هوش مصنوعی واقعا میتونن با ربات های پیشرفته میتونن شاید رقابت کنن. البته این موضوع میگم بسیار پیچیده هستش، ایده که تعبیه کردن این چیپ های هوش مصنوعی در انسان ها برای رقابت ها با این ربات ها خیلی خیلی نکات کلیدی باید در نظر بگیریم که آیا ما انسان ها این اولین که توانایی خواهیم داشت که این تراشه ها و این چیپ ها رو ما دیزاین کنیم، که الان میبینیم آقای ایلان ماسک این کار کردن. و کسایی که مثلا نمیتونن از فیزیکلی چیزشون هستش، هندیکپت هستن و ناقص القلقه هستن و به خاطر مثلا تصادفات نخواهشون مثلا قطع شده و نمیتونن هیچ کاری انجام بدن، الان مغزشون راحت میخونه و به صورت این سیگنال رو از طرف مغز میگیره و به کامپیوتر میفرسته و کامپیوتر ترجمه میکنه، مثلا میگه چراغ روشن کن، مثلا کرسر رو موو میکنه، ریموتتون رو میگیره، کانال رو عوض میکنه. و این بلوتوث مثلا
خب بلوتوث خب زیاد انرژی مصرف نمیکنه و اصلا یه باتری میذارن و میتونیم مثلا خب هر شب هم چارجش کنیم. به خاطر همین الان میبینیم که یه پیشرفت هایی در اون زمینه داره میشه، ولی من فکر کنم آخران امر این مسئله یه خورده کامپلیکیتر میشه و پیچیده تر میشه، چون که ما تنها نیستش که بخوایم انسان ها الان گذاشتن رو کسی که واقعا مریض هستن و نمیتونن از نظر فیزیکلی کارهاشون رو انجام بدن، ولی من فکر کنم در آینده این تعبیه این چیپ ها در مغز انسان ها یا در زیر پوست میتونه خیلی کمک بکنه که ماها بتونیم با ربات ها بتونیم چیکار کنیم، بتونیم رقابت کنیم، چون که ما میتونیم خودمون رو وصل کنیم به قوی ترین سرور های دنیا و اینفورمیشن ها و اطلاعات از اون رو کسب کنیم و مثلا هر چیزی که بخواید یاد بگیریم فراگیری اونا از طریق این کامیونیکیشن بین چیپ و مغز شما و اون کامپیوترها، من فکر میکنم میتونه یک مسئله خیلی عظیمی رو حل بکنه. ولی خب میگم اینا ملاحظات اخلاقی داره که شما مثلا یه نفر اگه هک بکنه تو این برنامه ذهنی شما میتونه شما رو تحت کنترل بگیره و ممکنه بدون رضایت شما یه کاری یه سیگنالی بفرسته که مغز شما مجبور قبول کنه و خب میگم یک چالش خودش خواهد داشت. و این همگرایی انسان و ماشین یه سناریو هستش که واقعا باید روش فکر کرد و تعمق کرد، و من فکر کنم مرز بین هوش مصنوعی و هوش انسانی که همون هوش زیستی هستش روز به روز این مسئله تارتر میشه و من فکر میکنم در آینده خیلی چیزها تغییرات کلی انجام میشه. یک دنیا ممنون آقای روح‌پرور، سپاسگزارم. حتما دو هفته دیگه مجددا با تازه های تکنولوژی و هوش مصنوعی با شما گفتگو خواهیم داشت. الان که ببینید من اینجا صحبت از پیشرفت‌های زمانه امروز هست و تکنولوژی دیروز، من الان در یه رستورانی هستم به نام رستوران البرز. جالب براتون بگم، من این یکی از موفق‌ترین جوانای ایرانی بودی که من به چشمم دیدم. آقای دیوید صاحب رستوران، سه تا رستوران الان من در مالنا استریت هستم، در سان فرانسیسکو دارم و در بیکلی و در مالنا استریت. ایشون وقتی که اومدن 35 سال پیش جوانی بودن، از سوئد اومده بودن و در یه رستوران کار میکردن و من پشت کار این دیوید رو به چشمم دیدم که با چه این ورزشکار هم از کاراته میزنه، دست کاراته میده و جوان واقعا فعال و معتقد و راستگو و درست کردار. از کار ساده تو رستوران شد. الان چون اینو برای میگم آقای روح پرور، که اولا آقای دیوید اومدن اینجا به من گفتن دیدن شما رو برای من هستید، گفتن من دلم میخواد شما روح پرور دعوت کنید شب دیگه دیگه، گفتم چشم. ایشون یکی از موفق ترین ایرانی هایی هستن که من با دست خالی اومد و الان سه تا بزرگترین رستوران در لوکیشن های فوق‌العاده، محل های فوق‌العاده به ایریا سان فرانسیسکو، بیلی و والنات کریک دارن فعالیت میکنن. من به دیوید گفتم ببین تو شانس اومدی، اونگاهی اومدی که هوش مصنوعی نبود و تونستی با دست خالی این همه موفقیت دست بده. به فرده که هوش مصنوعی اومد فکر نکنم میشد به این راحتی این فرصت ها این نمیدونم موفقیت ها رو از دست هوش مصنوعی در بود. در حال سپاسگزارم جناب آقای روح‌پرور، سپاسگزارم تماشاگران عزیز که با ما بودید و خوشحالم که هستید و تقریبا 44 ساله با من هست و زمان خیلی طولانی اینه دیگه، 4 ساله بود. سپاسگزارم از شما، سپاسگزارم از سپهر خسروی کارگردان فنی گپ خودمانی با ستار دلدار در تلویزیون فارس. نوروز در پیشه و اگر اکتبال سر را اومدیم درستان، چون همه جا جشنه، همه جا در شمال کالیفرنیا مهمونی هست، کامیونیتی ها نه مهمونی های شخصی، مثلا کلاس های فارسی بود، ما الان از اومدیم کلاس های فارسی خانم اسماعیلی بچه ها را درس میدن، جشن اونا اومدیم و 13 به در در راه چند فردا شب در آمریکا 13 به در در کالیفرنیا، برعکس ایران
ایران هفته دیگه 13 بدره، اینجا امروز فردا 13 بدره. چرا؟ چون در واقع تفاوت ساعت هاست. ایران صبح تحلیل سوری چهارشنبه سوری فردا اینجاست، هفته دیگه بوده. تا حالا من چنین چیز عمرم ندیده بودم، چون تفاوت ساعت ها این یه هفته تاخیر انداخته برای ایران، یه هفته جلوتر برای ما. هفته دیگه چون چهارشنبه عیده، شما سه شنبه میگیرید، ما چون سه شنبه عیده به وقت کالیفرنیا، این هفته فردا سه شنبه میگیریم، یه هفته تمام. برای چهارشنبه سوری تو مبارک، اگر گفتم این داره که همش این برای اومد نکونی و چهارشنبه سوری و هم جشن مختلف و کامیونیتی ایرونی، چهارشنبه سوری تو مبارک، نوروزتون پیشا پیش مبارک. صد سال به حدیث سال ها که میدونم در حاله، مطمئنم مقصد برای اول برای خانم ها، بعد برای تمام آزادگان ایران. و یک سپاس دارم، سپاس بیکرام و یک درود دارم، درود بی پایان برای این زن یک تا که به ما جان داد. آفدای ایران باید.